سلام خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. اگر اولین بار که دارین ویدیوهای کانال رو میبینین، مطمئن بشین که از طریق دکمه قرمز رنگ پایین این ویدیو کانال رو سابسکرایب کنین، و اگر که این ویدیو رو دارین توی اینستاگرام میبینین، حتما حتما پیج رو فالو کنین. همونطور که از روی تامنیل این ویدیو متوجه شدین، توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری میتونید یه اکانتی که دیسیبل شده و دیگه وقتی که میخواید وارد بشید ایرور میده و میگه که اکانتتون دیسیبل شده رو بازگردانی کنید. خیلی جاها الان دیدین که دارن این روش رو میفروشن یا خودشون انجام میدن، پول خیلی زیادی دریافت میکنن. مثلا ممکن رفته باشید دیده باشید که مثلا دادید پیج رو بهتون مثلا برگردوندن واسه تون، بعد یهو بهتون میگه 4 تومن 5 تومن برای من واریز بکن. و واقعا هم این رقم ها هست، کافیه که برید توی اینستاگرام یا یه سری سایت ها رو چک کنید، میبینید که همین رقم ها واقعا داره انجام میشه. ولی من میخوام توی این ویدیو دقیقا همون کاری که اون افراد انجام میدن رو بهتون آموزش بدم که از این به بعد خودتون خیلی راحت اگر که پیج دیسیبل شد بتونید برش گردونید. سریع برم سراغ آموزش. وقتی که وارد اینستاگرام میشید و یوزرنیم و پسوردتون رو میزنید، یه اروری بهتون میده که همین الان دارید روی صفحه میبینید. این ارور بهتون میگه که حالا اون قوانینش رو رعایت نکردید یا حالا به هر دلیلی پیجتون رو دیسیبل کرده، و شما باید روی این گزینه Learn More کلیک کنید تا برید حالا اطلاعات بیشتری راجع به این دریافت بکنید. وقتی که این رو زدید، حتما یه نکته بهتون میگم، دقیقاً با همون گوشی این رو انجام بدید که باهاش پیجتون رو ساختین. خیلی خیلی بهتره که با اون این کار رو انجام بدین، چون اینستاگرام میبینه که حالا شما شخص واقعی هستید و دارید با از طریق همون گوشی این کار رو انجام میدید، و یه موقع اگه هک شده باشه یا هر دلیلی اتفاق افتاده باشه، اطمینانش خیلی بیشتر به شما هست تا بیاید حالا یه سیستم دیگه رو استفاده کنید. تا حد توانتون از همون سیستم استفاده کنید و یوزرنیم و اینا رو بزنید. وقتی که این پیام دیدید روی Learn More کلیک کنید. وقتی که زدید، یه پیام به شما نشون میده که حالا اون دلایل رو براتون نوشته که چرا حالا مثلا شاید قوانین رو رعایت نکردید، شاید به هر دلیلی، یعنی یه سری دلایل نوشته که چرا پیجا دیسیبل میشن و دلایل مختلفی هم داره. ولی اون پایین یه گزینه هست Let us know که حالا لینک آبی رنگه، حتما روش کلیک بکنید. یعنی شما وقتی که میخواید به اینستاگرام بگید که حالا این اشتباه شده، چیزی که شما حالا انجام دادی به هر دلیل، مثلا گفتی که نمیدونم من محتوام به درد نمیخوره، من یه سری قوانین رو رعایت نکردم، ولی شما اونا رو رعایت کردید و یهوی پیجتون دیسیبل شده، راحت میتونید روی این Let us know کلیک میکنید. و وقتی که کلیک کردید، اینجا احتمال داره دو تا اتفاق میفته. یعنی احتمال داره که این پیجی که الان صفحه میبینید براتون نیاد. چرا؟ این به همون دلیلی که گفتم، اگر از سیستمی که برای خودتون نبوده، یعنی با اون سیستمی که اکانت رو ساختید، اگر از اون استفاده نکنید، احتمال داره که صفحه رو بهتون نشون نده. ولی خب احتمال زیادی هم هست که میتونه صفحه رو بهتون نشون بده، چون یوزرنیم و پسورد رو درست زدید. وقتی که این کار رو انجام بدین، وارد این صفحه شدین، اینجا دقیقا همون صفحه‌ایه که شما میتونید به اینستاگرام پیام بدید که حالا اشتباه کرده، اشتباه حالا رباتاش تشخیص دادن که پیج قوانین رو رعایت نمیکنه و پیجتون رو دیسیبل کرده. اینجا 4 تا اطلاعات، در واقع 5 تا اطلاعات باید وارد بکنید. قسمت اول که نام کاملتون رو وارد میکنید، نام واقعی خودتون رو اینجا وارد میکنید. قسمت دوم دقیقا یوزرنیم اون اکانتی که حالا دیسیبل شده، اون اکانت خودتون رو وارد میکنید. اینجا اکانت خالی رو وارد نکنید. میبینید که اینجا براتون گذاشته که instagram.com/username، یعنی دقیقا باید اینجوری وارد بکنید. و اینجوری نیست که مثلا یوزرنیم خالیتون رو بزنید یا اینکه @ یوزرنیمتون رو بزنید، نه، دقیقا instagram.com/username رو وارد میکنید. قسمت your email دقیقا همون ایمیل، و قسمت your mobile number دقیقا همون شماره که موقعی ساخت اکانت ازش استفاده کردید. خیلی بهتره که اینجوری باشه، حتما هم باید اینا در دسترس باشه دیگه، چون بهتون پیام میدن، بعد این به ایمیلتون پیام میده. حتما ایمیل و اون شماره‌ای که برای اکانتتون ساختین رو، یعنی اون موقع که داشتید اکانتتون می‌ساختین استفاده کردین، حتما همون رو وارد کنید. میتونید اگه مثلا در دسترس نیست یا ندارید یا به هر دلیلی
یادتون نمیاد یا هر اتفاقی افتاده میتونید وارد نکنید، یعنی اون ایمیل یا شماره که الان بهش دسترسی دارید رو وارد کنید. ولی اگر که اون ایمیل یا شماره‌ای که موقع ساخت اکانت استفاده کردید اون رو وارد کنید، خیلی احتمالش بیشتره که اکانت رو برگردونن. و توی این قسمت آخرم که میبینید اونجا باید دقیقاً اون اتفاقی که افتاده واسهتون رو شرح بدید. خیلی راحت میتونید انگلیسی بنویسید که فلان اتفاق افتاده، من هیچ کاری نکردم، مثلا دو روز پیش پیجم فعال بوده ولی الان دیگه غیر فعال شده، به حالا به هر دلیلی که خودمون اینستاگرام نوشته واسهتون توی اون صفحه اول، و میگی که حالا اشتباه شده، لطفا بررسی کنین و به من خبرشو بدین و روی دکمه سند میزنید. وقتی که این رو بزنید دوباره دو تا اتفاق، یعنی سه تا اتفاق ممکنه بیفته. اولین اتفاق که کم پیش میاد اینه که هیچ واکنشی اینستاگرام نشون نمیده، یعنی نه ایمیل میده بهتون نه اکانت برمیگرده. این به این دلیله که حالا اطلاعاتی که وارد کردین دقیق نبوده یا نتونسته شما رو احراز هویت کنه دیگه. مثلا شما اگه به ایمیل یا شماره ای که برای خودت نبوده، یعنی برای اون پیج نبوده رو وارد کنی با یه سیستم دیگه ای هم که مال برای اون زمان ساخت اون اکانت نبوده رو با اون به این عملیات انجام بدی، خب میبینه همش اصلا تداخل داره و هیچ کدوم دقیقا همون قبلی ها نیست و خب شاید بهتون پیامی نده. دومین حالت اینه که بهتون پیام میدن و میگن که مخصوصا وقتی این پیش میاد که عکستون تو پیج باشه، عکس خودتون یعنی گذاشته باشید تو پیجتون، بهتون پیام میدن که فلان کد رو مثلا باید روی کاغذ بنویسیم. من الان روی صفحه عکسش رو واسهتون میارم. بهتون میگن که فلان کد رو باید روی کاغذ بنویسی روی کاغذ آچار و پایینش هم یوزرنیمت باشه حتما، و اون رو بگیری توی کاغذ آچار و بگیری دستت و یه عکس خودت بگیری و براشون دوباره توی همین ایمیل ارسال کنی. دقیقا مثلا یه نمونهش همینه که روی صفحه میبینید که اینجا شماره کد رو می نویسید خیلی بزرگ روی کاغذ، پایینش هم یوزرنیمتون رو می نویسید و یه جور هم عکس بگیرید که حتما هم دستاتون هم گوشاتون و کامل چهرهتون معلوم باشه تا اینا کامل بتونن احراز بکنن. یا اگر که مثلا عکس خودتون نباشه، مثلا بیزینسی باشه، میگه که مثلا نمیدونم مدرک این که تو داری توی اون بیزینس فعالیت میکنی و به من بده. حالت سوم اینه که خب حالا شما خیلی چیزا رو دقیق وارد کردید، دقیقا همون ایمیل بوده، دقیقا همون شماره بوده، با همون سیستم هم همه این عملیات رو انجام دادید، احتمال داره که این پیام هم حتی بهتون نده و فقط یه ایمیل براتون میفرسته که اکانتت فعال شده، روی این لینک کلیک کن، یوزر پس جدید رو وارد کن، یعنی یوزر که همونه، پسورد جدید رو وارد کن و وارد اکانتت شو. کل مرحله این بود. خیلی‌ها میان راجع به همین آموزش چه مبالغی رو پرداخت میکنن، چه مبالغی رو حتی مثلا میدن یکی دیگه براشون انجام بده، و کل روند همینه. فقط شما کافیه که این آموزش رو ببینید، انجام بدید و نتیجهش هم که امیدوارم حالا خوب باشه و اکانتتون برگرده. اگرم کسی روش دیگه میدونه حتما تو قسمت کامنت ها بگید به بقیه تا اونام بتون ازش استفاده کنن. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.